همراه هستیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. خوش آمدید آقای علیجانی. و همونطور که در خبرها داشتیم، نیروهای امنیتی با هجوم به خانه مادران دادخواه شماری از اونها و همچنین اعضای خانواده های اونها رو بازداشت کردند. دلیل حکومت برای این دست از دستگیری ها و بازداشت ها چیست؟ با سلام. وقتی یک مشعل روشن میشه چشم خفاش رو اذیت میکنه، ولی وقتی تعداد مشعل ها زیاد میشه خفاش عصبانی و عصبی میشه. رفتار حکومت هم الان مثل برخورد افراد عصبانی است. از موجهای مختلف اعتراضی، مادران دادخواه، سیاسیون معترض، هنرمندان معترض، منطق حکومت و اگه بخوام رفتار شناسی بکنیم واقعا با منطق عقل عرفی هزینه فایده نمیخونه. منطق حکومت منطق توازن وحشته، میخواد یه دی رو بزنه بگیره که اونها ساکت بشن و مایه عبرت دیگران هم بشن. ولی خب تو همین هنرمندها آخرین مثال رو بزنیم، بعد اینکه اون بیانیه چند صد امضایی در اومد، خب فشار آوردن امضاهاتون پس بگیرید، 70 نفر جدید امضا کرد، چند هنرمند رو دستگیر کردید، یه عده‌ای حالا اومدن جلو زندان اوین. پس شما نمیتوانید با این منطق دیگران رو مرعوب بکنید و آرام بکنید. این درسی است که حکومت نمیخواد بیاموزه. فکر میکنه با زدن و گرفتن و اینها میتونه ادعی رو مأیوس و مرعوب بکنه، ولی نمیفهمه و نمیبینه که ادعی بیشتری رو خشمگین و معترض‌تر خواهد کرد. خبرگزاری فارس با تایید این دستگیری ها این افراد رو عوامل سرویس های جاسوسی و بیگانه خوانده. به نظر شما دلیل این خبرگزاری فارس درباره این اتهام چیست؟ ظاهرا حکومت خانواده های دادخواه رو داره مثل اعضای سپاه و اطلاعاتی که جاسوسی کردن با انگیزه های مالی، داره با اونها با افراد خودش قیاس میکنه. حکومت هم خودش رو به نادانی میزنه، هم مالی خولی های توطئه داره و هم مکاری سناریو نویسی. ولی صورت مسئله به نظر من خیلی ساده است. آیا ظلمی که به این خانواده‌هایی که الان دادخواهی میکنن، ظلم و ستم شما، آدم کشی شما، و این که اصلا آبان یعنی چی؟ کشتیم، خوب کاری کردیم، بازم خواهیم کشت. آیا این رفتار و این برخورد برای این که اونا انگیزه دادخواهی داشته باشن کافی نیست؟ دنبال جاسوسای خارجی میگردین؟ میخوان سرویس مثلا سناریوی فیلم قاندو برای اینا درست کنید؟ اونو هم برای اعضای سپاه و اطلاعات خودتون درست کنید. خانواده‌ای که چیزی پنهانی ندارن، پناه آوردن به خارجی، مسیح علی نژاد میاد جلو دوربین موبایلش رو میگیره، جلو دوربین عمومی داره با خانواده مثلا فلان دادخواه صحبت میکنه، این که چیز پنهانی نیست که شما میخواد ازش سناریو درست کنید. به سناریو سازی اشاره کردین آقای علی جانی. خب بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی، فضای کشور به نظر میرسه که به شدت امنیتی شده. فعالان سیاسی، کنشگران مدنی بدون دلیل بازداشت و زندانی میشن. به نظر شما ادامه این فشار سرکوب چه پیامدهایی داره و اصلا دلایل امنیتی شدن این فضا چیست؟ این ترکیدن حباب اقتصاد مقاومتی، حباب سیاست خارجی جبهه مقاومتی است. اون توهمایی که هم سال عبدالملکی های اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی و داخلی برای آقای خامنه‌ای و بیت و سپاه درست کردن، این حباب ترکیده. اینها الان ناامیدن از این که چشم‌اندازی از بهبود اوضاع ندارن، در نتیجه ترسیدن از اعتراضات مردمی، و این ترساندن ناشی از ترس خود حکومت، یعنی ترساندن از روی ترس. اگر شما توانستید دادخواهی مادران 67، مادران خاوران در اون دوران سیاه که هیچ ارتباطی وجود نداشت رو خاموش بکنید، می توانید دادخواهی مادران اعتراضات کنونی که نیم ساعت بعد اینکه شما حمله میکنید به خونشون همه دنیا خبردار میشن، اگر اونو تونستید در اون سیاهی تاریکی خاموش بکنید، اینها رو می توانید. به نظر من اینها جز شلاق زدن بر طوفان نخواهد بود و نیست. سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما.